سلام، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. شان هستم و توی این ویدیو میخوایم آهنگ استشیره از کچی بیس یاد بگیریم. همه تون میدونید دیگه چیه داستانش، چرا اصلا اسمش شده استشیره، دیگه راجعش بحث نمی کنیم. با کاپو و بدون کاپو آموزش میدم، پس بزن بریم سراغ آموزش. یه بار براتون قبلش میزنم خب اون ریفی که خود آهنگ داره رو، و بعد بریم سراغ آموزشش. البته اینو بهتون بگم که ورژن اصلی آهنگ روی اوکلله زده شده، ولی خب دعی نمیشه که ما رو گیتار نتونیم بزنیم، میشه زد همونطور که دیدید، و کلاسیک و آکوستیک هم فرقی نمیکنه، همتون میتونید بزنید این موزیکو. این قسمتی که اینی که زدم بدون کاپو بود، با کاپامون هم میشه به این شکل. بریم الان قسمت بدون کاپو، اول بدون کاپو رو یاد بگیریم و ببینیم که چه شکلی میشه. انگشت یکمون رو میذاریم رو فرد 8 سیم 1، انگشت دومون رو میذاریم رو فرد 9 سیم 2، و انگشت سومون رو میذاریم رو فرد 10 سیم 3. اوکی، این پوزیشن رو میگیریم و به ترتیب سیمای 3 2 1، اوکی 3 2 1 رو میذاریم، دقت کنید. و بعد از اینکه ما یک رو زدیم، مستقیم بعد یا آپوگادو یا همون خفه کردن سیم ها رو داشته باشیم، پس به این شکل. برای خفه کردن سیما فقط دستمو میذارم رو سیما، ضربه میزنم به این شکل. اوکی، پس اوکی تا اینجا رو یاد گرفتیم. و بعد از این پوزیشن دستمو عوض میشه. رماجور که بلد بودید بگیرید دیگه. اوکی، ما رماجوری که رو سر دسته میگرفتیم چه شکلی بود؟ خب حالا میایم همینو اینجا روی فرد 8 میگیریم و همون ضربات رو میزنیم. پس و بعد حالا همین انگشت یکمون که روی فرد 8 رو دو تا فرد میاریم عقب به این شکل. اگه سخته براتون این دستتون اینجوری باز نمیشه، تمرین کنید که این اتفاق بیفته، چون در هر صورت اونقدرم فاصله نداره دیگه بین این دوتا انگشتاتون. اوکی، و بعد از این ما دوباره برمیگردیم رو همون رماژور خودمون، شیپ رماژور، این آکوردمون رماژور نیست، این یادتون باشه. پس تا الان عقب، دوباره برمیگردیم و بعد دوباره از اول همون تکرار میشه. ولی خب تو این پوزیشن دیگه ما نمیایم اینجوری کنیم دستمونو. اوکی، ما تو این پوزیشن دوباره میخوایم حرکت اولیه، پوزیشن اولیه رو شروع، فقط کافیه که انگشت 4 ما بیاد بشینه روی فرد 10 سیم 3 به این شکل، و اینم هم همینجا بذارید بمونه، چون از این بر اینو گرفتیم دیگه. خب و ضربه میزنیم دوباره 3 2 1، عین همون اولی است دیگه. الان این سه تا انگشتمون اینجاست، ما دفعه اول این سه تا بود، ولی خب نسبت به روند موزیک ما مجبور میشیم که انگشت 4 مون استفاده کنیم. اوکی، خب پس دوباره و بعد انگشت 4 مون برداشته میشه، اینجا آسان‌تره. دوباره همون ر ماژور برمیگردیم، دوباره اینجا به جای اینکه برگردیم روی این نوت، ما همین انگشت یکی گذاشیم اینجا رو میایم یه باره میگیریم. اوکی، این سه تا سیم فرد 8 رو یه باره میگیریم، 3 2 1 و بعد انگشت 3 مون میاد میشینه روی فرد 10 سیم 4 و بیسمون میشه 4 دیگه، 3 رو نمیزنیم، میزنیم 4 2 1. اوکی، پس از اول بریم. اوکی، و دوباره از اول. این دو قسمتی که الان با هم دیگه یاد گرفتیم در طول آهنگ همینجوری پشت سر هم تکرار میشه. اوکی، یعنی از اول تا آخر فقط همینو میزنید. اگه به عنوان نوازنده میتونید از اول تا آخر اینو بزنید، یه نفر دیگه روش بخونه، اگه خودتون هم میخواید روش بخونید کاملا اوکیه. یه ذره تمرین کنید، سخت‌تر میشه روی این آرپژ بخواید بخونید، ولی باز کار نشد نداره این گیتار منجش کثیف.
بدتر میشه. بریم برای با کاپو ببینیم کسایی که میخوان با کاپو این موزیکو بزنن چجوری میشه. میایم روی فرد 8 کاپومونو میذاریم، انگشت 1 ما میشینه فرد 1 سیم 2، اوکی، و انگشت 2 ما میشینه فرد 2 سیم 3، و از ضرباتی که میزنیم 3 2 1، اوکی، 3 2 1، و سری بعد از انگشت 1 که میزنیم، سیم 1 که میزنیم، سری خفه میکنیم سیما رو به این شکل. پس اوکی 3 2 1، خب، و بعد از اینکه اینو زدیم انگشت 2 رو ور میداریم آزاد میزنیم، همون سیم هست دقیقا. پس تا الان اوکی. حالا انگشت 3 ما میاد میشینه روی فرد 3 سیم 4 و ضربه میزنیم، این بار بیسمون میشه 4 دیگه، 3 رو نمیزنیم، میزنیم 4 2 1 4 2 1، و دوباره برمیگردیم انگشت 4 رو برمیداریم و دوباره میزنیم 3 2 1. اوکی، این قسمت اول اون بود. یه بار از اول براتون میزنم. اوکی، دوباره همین از اول تکرار میشه به غیر از قسمت آخر. دوباره از اول. اینجا به جای اینکه بریم سیم 3 رو آزاد بزنیم، همین انگشت 3 که گذاشته بودیم، انگشت 2 میاد کنارش میشینه، اینو ور میداریم، انگشت 2 میشینه کنارش، فرد 2 سیم 4 و سیم بیسمون میشه سیم 4 دوباره، و همون ضرباتو میزنیم با این تفاوت که انگشت 1مون هم باز ور میداریم. اوکی، فقط این میمونه. خب یا براتون از اول میزنم. اوکی، خب این از اول نبودی، از اول قسمت دوم بود. خب پس ما از اول تا اینجا این لوپی که داریم این شکلی میشه. و دوباره از اول این تکرار میشه، همینجوری پشت سر هم این لوپ ما تکرار میشه و ما میتونیم روش بخونیم، میتونیم به عنوان نوازنده همینو بزنیم و کاملا اوکیه. خب بریم ببینیم که کسایی که میخوان با ریتم و آکورد این موزیکو بزنن، حالا با کاپو و بدون کاپو چجوری میشه. اونایی که آکورد و ریتم میخوان بزنن و موزیکو بخونن، حالا من چون کاپو بود فعلا اول با کاپو آموزش میدیم. آکورد های ما میشه لا مینور، سول ماژور، فا ماژور سر دسته و دوباره سول ماژور. سول ماژور شما میتونید انگشت یکیتون رو نذارید، خب میتونید کاملا اینجوری بزنید، و دوباره لا مینور و سول ماژور و فا ماژور سر دسته، ولی این بار میریم روی می 7. و ریتمی که میتونید باش بزنید یه ریتم 4/4 ساده است دیگه. ضربه رو به پایین مکس میکنیم، بالا آپوگادو، بالا پایین بالا، 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اوکی، ریتمای سختری هم هست که بخواید با این موزیک بزنید و باحال‌تر هم باشه، ولی خب چون با کاپو داریم کار میکنیم در نظر میگیریم که افرادی هستن که اسکیلشون یکم کمتره، به خاطر همین این ریتمو کار میکنیم. اوکی، پس آکوردامون میشه شنه وقتی همه گلامو مردن اون رولو بده. و اونایی هم که میخوام بدونه کاپو بزنن، آکوردهایی که میتونن استفاده کنن، آکورد اولین آکورد میشه فا مینور، یا میتونید روی سررسته بگیرید فا مینور رو، یا روی فرد 8. آکورد دوم میشه ردی از ماژور. آکورد سوم میشه دو دیز ماژور. اوکی، و دوباره برمیگردیم رو ردیز ماژور، دوباره فا مینور، ردیز ماژور، دو دیز ماژور، و قسمت آخرم آکوردم میشه
2-7 که این 2-7 رو اینجا هم میتونید بگیرید به این شکل، کاملا سلیقه‌ایه و با همون ریتم دیگه. شنه کن شنه زمستونم بدون تو شنه مثل هوا طور تو شنه وقتی همه گلامو مردن اون رو نبدن. و میتونید تا آخر همین لوپ رو بزنید و بخونید، کاملا اوکیه همه جای آهنگ و فکر میکنم دیگه چیز دیگه نمون دیگه برای آهنگ. به این برای قسمت اوترو. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، دوستش داشته باشید و اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره برای من کامنت کنید چه موزیکای دیگه دوست دارید که براتون آموزشو قرار بدم. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید و کلا خیلی ممنون که حمایت میکنید منو و تا ویدیو بعدی خداحافظ.